برگزاری نمایشگاه نقاشی دو هنرمند ایرانی اینجا در شهر فرانکفورت. گالری خانه کار مردم در این شهر اقدام به برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان فرزانه راوش و ابوالفضل محمودی کرده است. این نمایشگاه تا یک ماه دیگر برپا خواهد بود. این هنرمندان با الهام گرفتن از فضای مدرن غربی و با برداشت از المان‌های مانوس با تکنیک اکریلیک روی بوم آثار اکسپرسیونیستی بدیعی به معرض نمایش گذاشتند. آثاری که نه تنها از لحاظ محتوا بلکه از لحاظ فرم، کاربرد و تکنیک رنگ منحصر به فرد هستند. بعد از کرونا این اولین نمایشگاهیه که تونستیم برگزار بکنیم. به خاطر کرونا خب تعداد زیادی از نمایشگاه ها منحل شد، ولی خب این نمایشگاه رو ما تونستیم با به هر حال تعداد آثار قابل توجهی در معرض نمایش بذاریم. استقبال هنرمندان آلمانی از نکات قابل توجه این نمایشگاه است. آثار اونها تا حدودی انتزاعی هستن و رنگ‌های بکری در اونها دیده میشه که احتمالاً ریشه در طبیعت کشور خودشون داره. من از دیدن آثار فوق‌العاده این نمایشگاه بسیار شگفت زده شدم. همه آثار رو دیدم و متوجه شدم که این یک پروژه بزرگ از این دو هنرمند ایرانی است و بسیار تاثیرگذار هستند. هنرمندان این نمایشگاه معتقدند آزادی در خلق آثار و تسهیل نهادهای زیرآب در برگزاری نمایشگاه و رساندن پیام آنان به مخاطب مؤثر بوده است. بستری برای به معرض گذاشتن آثار هنری فارغ از هر گونه نگاه ممیزی رو اینجا در گالری‌های آلمان میشه دید. آنچه که متاسفانه سالهاست هنرمندان در ایران از آن محروم هستند. طبیعتاً تو ایران خیلی واقعا محدودیت‌ها بسیار زیاد بود. کارهای ما تو چند مرحله تو ایران در واقع گزینش می‌شد. تو یک مرحله به لحاظ بصری و حالا عناصری که ما به کار می‌بردیم، در درجه بعد به لحاظ محتوایی طبیعتاً اینجا این مشکل وجود نداره. اینجا واقعا آثار از این منظر خیلی راحت ما تونستیم ارائه بدیم و هیچ محدودیتی نداشتیم. این نمایشگاه فرصت مناسبی برای هنردوستان است تا آثار بدیع این هنرمندان را ببینند. آثاری که پنجره ایست رو به تجربه های نقاشی معاصر هنرمندان ایرانی. جمشید بهرامی، فرانکفورت.